ظهرتون بخیر اهالی مردم، خبر کنترل هشتک این ساعت 13:30 از دوشنبه رو با یک هشتک مناسبتی آغاز میکنیم. هشتک مریم میرزاخانی، سالگرد درگذشت نابغه ریاضی جهان و کشورمون مریم میرزاخانی که کاربر فضای توییتری به اون اشاره کردن، تصاویر از مریم میرزاخانی و حالا جاهای مختلفی که ایشون بودن رو همونطور که میبینید سر درس ریاضی بودن گذاشتن و در فضای توییتری ری توییت کردن و این نابغه ریاضی جهان رو که یک ایرانی بودش رو باعث افتخار کشورمون میدونن که چقدر زود از بین ما رفت. یک توییت من براتون بخونم. دکتر مکمولن، مغز متفکر در ریاضیات جهان، میگه مریم شبیه یک کامپیوتر پیشرفته است، کامپیوتری که حس میکنه، لبخند میزنه، دنیا رو دوست دارد، عاشقانه به دیگران کمک میکنه. هشتگ مریم میرزاخانی، یادش جاوید و راهش پر ره رو. بله، امروز که همونطور که دیدید هشتک مریم میرزاخانی هم بین کاربر فضای توییتری ری توییت شد و سالگرد درگذشت این نابغه ریاضی رو قدر دونستن و اون رو یادآور شدن با توییت مریم میرزاخانی. اما روز گذشته سالگرد برجام هم بودش که کاربر فضای توییتری با هشتک برجام اون رفتن به یه جورایی به استقبال این روز، ولی کلی توییت زدن که این روز رو که به عنوان روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان هم در تقویم گذاشتن چه جوریه که ما باید بیم این سالگرد رو جشن بگیریم. یکی از کاربرا نوشته که در تقویم ملی این روز ثبت شده، یعنی روز تصویب برجام، برجامی که تومه ترامپ شده، برجام که اعضای اروپایی اون تا حالا به تعهدات خودشون عمل نکرده، از برجام حتی جسد پوسیده هم نمونده، کلن برجامی نمونده. 23 تیر رو باید روز عبرت نامید نه روز تعامل با دنیا. که این موضوع خیلی میگم با توجه به سالگرد برجام بین کاربر فضای توییتری با این روی کرد داره دست به دست میشه و دست به دست شدش. و با توجه به اینکه دیروز هم چهارمین سالگرد تصویب برجام بوده کاربرا به اون اشاره کردن، حتی خیلی هم به صحبت‌های آقای ظریف اشاره کردن که گفتن اگه دوباره 4 سال گذشته بشه من دوباره برجام رو امضا میکنم، که این هم کاربرای فضای توییتری رو بر اون داشت که این صحبت آقای ظریف رو منعکس کنم و بگن کدوم برجام، برجامی که هیچ کدوم از طرفین مقابل ما به اون عمل نکردن و تعهداتشون رو همه رو زیر پا گذاشتن و اصلا عملیاتی نکردن. از اون طرف جناب آقای روحانی که در خراسان شمالی حضور دارن و به سفر استانی رفتن گفته که یه اظهار نظر کرده که کلی کار برای فضای مجازی و توییتری رو بر اون داشته که نسبت به این صحبت آقای روحانی عکس العمل نشون بدن. آقای روحانی گفته که برجام پیروزی اخلاقی ایران بود. خیلی جالبه. بعد خیلی کاربرا سوال کردن، گفتن دادن آن همه امتیاز نقد برای گرفتن کاپ اخلاق، در صنعت هسته‌ای بتون ریختیم که کاپ اخلاق بگیریم، مگر قرار نبود که به واسطه برجام تمامی تحریم‌های ضد ایران بالمره لغو و نه تعلیق شود؟ میگم کلی از کاربرا باز هم نوشتن که روال اینه که کاپ اخلاق رو به تیم بازنده بدن نه به تیم برنده. هشتگ دولت، هشتگ روحانی، هشتگ برجام بی فرجام. و آقای صدر نیام که یکی فعالان رسانه‌ای هستش نوشته روحانی گفته دو نفر از سران دنیا به هم گفتن شما در مسئله برجام پیروز اخلاقی تاریخ هستید. بعد گفتم من جدا فکر میکنم سران دنیا هر دفعه با هم قرار میذارن که این بار که روحانی رو دیدیم چجوری دستش بندازیم بخندیم، ولی باز میبینیم روحانی میاد همون حرفا رو به عنوان افتخاراتش تو سخنرانی ها میگه. بگذاریم بریم سراغ هشتگ بعدی، هشتگ اکبر طبری که معاون قوه قضاییه بوده و بعد از انتصاب آقای رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا خب ایشون دستگیر شدن به عنوان کسی که بالاخره پایی در مفاسد داشته و ایشون هم جز اولین کسایی بوده که آقای رئیسی از دوروریای خودشون شروع کردن و باز هم مردم امیدوار کردن که اونچه که حق در کشور
انجام بشه. یکی از کاربران نوشته که سال 96 از اینکه رئیسی انتخاب نشده بود ناراحت شدم، اما الان خوشحالم و احساس میکنم ایشون برای ریاست قوه قضاییه ساخته شده. سید جان با قدرت برو جلو، هشتگ اکبر طبری. اقدام قاطع حجت الاسلام رئیسی در برکناری طبری از معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه بود. وجود طبری ها در کشور باعث ننگ و ذلت است. فساد مالی و اقتصادی برای این افراد مشق شب می باشد. که خیلی ها از این موضوع که فکر کنم گیر کرده هشتگ های ما در هشتگ قبلی، لطف کنم آقای کریمیان هشتگ طبری رو بیارن، ممنون میشم. بله همینطور که میبینید که حالا کاربرو میگم نسبت به این با این گرفت، حالا دستگیری آقای طبری، موضوعات مختلف و حضور ایشون همونطور که میبینید در شرکت های خودروسازی و حتی در هیئت مدیری چند تا فدراسیون من دیدم که اسم ایشون رو منتشر کردن، که این هم باعث شده کاربرای فضای توییتر نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن که خب در دستگاه قضا، در رتبه های بالای دستگاه قضا، چرا همچین افرادی با این رد پا از افساد اقتصادی وجود داشته و کلی خوشحالن که آقای رئیسی اومده و کلی از این آدم ها رو داره یه جورایی کله پا میکنه. خب بریم سراغ هشتگ آخر، هشتگ زکزاکی. هشتگی که خب چند روزی هست با فری زکزاکی بین کاربرای فضای توییتر ریتوییت میشه. این پوستر رو که میبینید من چند ساعت پیش در فضای مجازی دیدم، بعد دیدم در فضای توییتری هم داره منتشر میشه، که این پوستر آقای محمد رضا میری نقاشی کرده و حالا در این پوستر نوشته که سلام خدا بر روسفیدترین فرزند خمینی. با توجه به مشکلات و اتفاقاتی که برای شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه داره میفته و اصلا اوضاع جسمی خوبی ندارن، این حالا آقای میری هم این نقاشی رو کشیده به عنوان روسفیدترین فرزند خمینی، که همچنان هم هشتگ فری زکزاکی بین کاربرای فضای توییتری حتی بین المللی داره ریتوییت میشه و درخواست میکنم برای آزادی و معالجه ایشون که گفتم اوضاع جسمی خوبی اصلا نداره. خب کنترل هشتگ این ساعت از شبکه مردم خبر هم همینجا به پایان رسید. همچنان با مردم خبر دا تیوی آنلاین باشید تا خبر ساعت 14.